همراه هستیم با شاهین مدرس، پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی از روم. آقای مدرس، ابتدا ارزیابی شما رو بشنویم از رأی هیئت منصفه برای پرونده آقای ترامپ. وقتتون بخیر خانم شیرازی گرامی. پیش از هر چیز من باید این نکته رو خدمتتون عرض کنم که این یک رأی بی سابقه هست. از این واقعا سابقه نداشته که یک رئیس جمهور ایالات متحده بخواد محکوم شه، اون هم در یک پرونده به 34 فقره. و خب این بسیار روند بی سابقه ایجاد کرده. این نکته رو باید در نظر بگیریم که آقای ترامپ، هوادارانشون و حزب جمهوری خواه در بسیاری موارد سعی کردن مشروعیت دادگاه یا مشروعیت قاضی رو زیر سوال ببرن، و از اونجا که خب بحث حاکمیت قانون در ایالات متحده بسیار بحث پررنگی هست، به نوعی میشه گفت انتظار این میرفت که دادگاه بخواد واکنشی نسبت به پرونده ایشون نشون بده. اما اینکه در هر 34 فقره در این پرونده ایشون محکوم بشن، خب واقعا یک رأی بی سابقه ای بوده. به نظر میرسه که با شرایطی که ایجاد شده باشه، آقای ترامپ در حال حاضر درخواست فرجام خواهی داشته باشن و دادگاه نهایی که برای ایشون برگزار میشه و حکمی که قراره اعلام شه دقیقاً 4 روز پیش از نشست بزرگ جمهوری خواهان خواهد بود، که در اون قرار هست آقای ترامپ رو به عنوان نماینده حزب جمهوری خواه معرفی کنند. بستگی داره، باید دید قاضی چه حکمی رو میخواد بده. هنوز واقعاً چیزی مشخص نیست، اما اون چه که احتمال میره به صرف این که ایشون رئیس جمهور بودند، من بعید میدونم بخوان تخفیفی در مجازات براشون قائل شن. اما از آنجایی که موقعیت ریاست جمهوری اینجا زیر ذره بین میره، نه شخص آقای ترامپ بلکه اون موقعیت، احتمال این که حکمی که قاضی میده حکمی باشه که مدل و شکلش کمی متفاوت باشه، به عنوان مثال اگر به احتمال خیلی کمی ایشون قرار باشه به زندان محکوم شه، ممکنه این تبدیل به یک عصر خانگی بشه، این دوره محکومیت یا زندان ایشون، و باز هم این تأثیرات شگرفی میتونه بذاره بر روند انتخاباتی که ما پیش رو داریم. دقیقاً آقای مدرس، پرسش بعدی من هم همین هست. اشاره کردید به رأی بی سابقه، این موضوع چه تأثیری بر رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میذاره؟ اگر کوتاه لطف فرمایید. ببینید خانم شیرازی گرامی، واقعیت اینه که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حتی عرض چند روز نتیجهش میتونه قابل تغییر باشه و واقعا غیر قابل پیشبینیه. ما در حال حاضر 5 ماه فاصله داریم. اول از هر چیز باید دید حکمی که دادگاه میخواد با آقای ترامپ بده چه خواهد بود، به خاطر اینکه ایشون حتی در صورت محکومیت قطعی امکان این رو بر اساس قوانین ایالات متحده خواهند داشت که بتونن نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشن، حتی در صورت محکومیت قطعی. از سمت دیگه مسئله‌ای که پیش میاد، باید دید که به هر حال آقای ترامپ یک سری هواداران خودش رو داره، هواداران حزب جمهوری خواه هم هستن، آقای بایدن هم همینطور. باید دید این محکومیت به عنوان مثال چه تأثیری میتونه در اون قشر خاکستری بذاره که هنوز تصمیم خودشون رو نگرفتن مبنی بر اینکه بخوام به ایشون رأی بدن. ارزیابی‌های اولیه نشون میده که چیزی در حدود 20% از اون قشر خاکستری گفتن که در صورت محکومیت آقای ترامپ به ایشون رأی نخواهند داد. ولی با توجه به اینکه سپاسگزارم، متاسفانه فرصتمون رو به اتمام. شاهین مدرس، پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی از روم با ما.